بسم الله الرحمن الرحیم. به نام نزدیک کننده قلب ها و جان ها. سلام علیکم، وقت عزیز شما همراهان بسیار گرامی بخیر باشه، جور و صحتمند باشین و هر جای از این کره خاکی که زندگی میکنید در مسیر بندگیتان انشاءالله بهترین ها در پیش رویتان باشه. با شما هستیم یک شنبه شب دیگر. جناب استاد موسوی عزیز تشریف آوردن و همراه شما با موضوع حقوق خانواده از منظر امام سجاد علیه السلام انشاءالله برنامه دیگر تقدیم میکنیم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. و علیکم السلام، خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز عرض درود و سلام داریم. بسیار خوش آمدید استاد. عزیزان منتظر هستن که ادامه بحث شیرین و جذاب مهارت های زندگی از سلسله برنامه های حقوق خانواده از منظر امام زین العابدین علیه السلام بشنوند. بسیار پیگیر هستند و بسیار هم مورد استفاده عزیزان همراه واقع شده. میخواییم که اگر مروری دارید بر آنچه که در جلسه قبل گفته شد داشته باشید انشاءالله ادامه بس. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. خب همونطوری که اشاره فرمودین، بحث در رابطه با حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام بود. حق زن که یکی از ارکان خانواده است بر مرد رو که یکی دیگر از ارکان خانواده است بیان کردیم، حق مرد بر زن رو ذکر میکردیم. در حقیقت حقوق متقابل زن و شوهر رو در حال تبیین این مقوله بودیم. امام سجاد علیه السلام اونجا فرمود که بر هر یک از زن و شوهر لازم است و واجب است اینکه حسن مصاحبت رو نسبت به یکدیگر رعایت بکنند. اگر میخوان یک زندگی آرامش بخش و عاشقانه ای داشته باشند، لزوما این موارد اخلاقی که در ایجاد زندگی موفق و زندگی تاثیرگذار نسبت به سعادت دنیا و آخرت این دو نفر این عوامل دخیل هست، اینا رو باید یاد بگیرن، این راهکارها رو یاد بگیرن. بعد شروع کردیم راهکارهای زندگی سعادتمندانه رو گفتن، به عبارت دیگر مهارت‌های زندگی که برگرفته از آیات و روایات که همه اینها جنبه قدسی و وحیانی داره. اینا رو خدمت شما شروع کردیم عرض کردن. چند تا مهارت از مهارت‌ها رو تا الان گفتیم. بله. مسئولیت پذیری رو گفتیم، تغافل رو گفتیم، بخشش رو گفتیم و مهارت حل مسئله رو گفتیم. یکی دیگر از مهارت‌ها که به عنوان پنجمین مهارت از مهارت‌های زندگی می شود مطرح کرد و لازم است مکرر اینها رو ما پیش خودمون مرور بکنیم تا حفظ شویم و ملکه شود در وجود ما، عبارت است از مهارت خلاقیت در زندگی. مقصود از این مهارت چیه؟ مقصود از این مهارت اینه که خیلی ها در مسیر زندگی مشترک مخصوصا بعد از مدتی احساس میکنن که زندگیشون یک نواخت تکراری و کسل کننده شده. برای این که از این حالت یک نواختی و تکراری بودن و کسل کنندگی زندگی در بیاد، در اینجا دین مقدس اسلام، کارشناسان دینی که فوق همه کارشناسان اهل بیت عصمت و طهارت، سفارش هایی داره برای ما. عزیزانمون توجه بکنن، نسبت به ریز مسائل زندگی ما آیه داریم، روایت داریم. بله، توصیه دین در اینجا اینه که شما از این قدرت و مهارت خلاقیتی که خدا در وجود شما قرار داده است برای برون رفت از این کسل شدن زندگی استفاده کنید. بله، بله. خلاقیت های خودتون رو به کار ببندید. خب چه خلاقیت هایی اینجا؟ خب زن و مرد میتونه خلاقیت هایی داشته باشه که روی سخن ما بیشتر امشب با مدیر داخلی خانه و منزل، یعنی خانومه. بله. خانوم خانه باید خلاقیت داشته باشه و اتفاقا یکی از صفات برجسته زن موفق و همسر صالحه مدیر اینه که خلاقیت داشته باشه. تصور کنید، بذار من یک مثال بزنم که خانم ها یک مقدار وارد بحث شون و بحث قشنگ گوش کنن. فرض کنید که شوهر شما خانم ها یک مرغ را آورده خانه، مرغ آورده که درست کن، غذا درست کن. اونی که خلاقیت نداره همین مرغ میگیره
تکه تکه میکنه با سر میندازه داخل یک دیگ قابلمه، یک نیم ساعت آبم روش میریزه، یک دو تا پیاز و سبزی کچالو و سبزی مینیم روش، سر قابلمه و دیگ میبنده. بله. یک مشلمگم میندازه. ظهر یا شب که شوهرش آمد ایره داخل کاسه یا میندازه میار جلوش میبنده. بیاین مرغ درست کرد. اونی که خلاقیت داره از همین مرغ ممکنه مرغ سوخاری درست بکنه، کبابی درست بکنه، چلو مرغ درست بکنه، عرض کنم خدمتون که آبگوش درست بکنه، سوپ درست بکنه با هم یک مرغ. این میشه خلاقیت در زندگی. حالا اون خلاقیتی که زندگی را از یک نواختی در میاد این نبود، یک خلاقیت های دیگه است که اونو میخوام عرض بکنم. یک سلسله کارهایی است که زن میتواند به عنوان خلاقیت در زندگی داشته باشه. من اینو خیلی سریع عرض کنم که وارد اصل قضیه بشیم، ما توضیحش اگر من برای بخش ما چند دقیقه وقت داریم؟ انشالله هنوز وقت داریم. خب داریم. ببینید خواهران بزرگوار، شما که میخواین زندگی را از یک نواختی در بیارین و قرار از خلاقیتی به خرج بدین، در سه بخش ما از فرمایشات ائمه و بزرگان این رو جمع‌آوری کردیم. بله. بخش اول خلاقیت هایی است در رابطه با مسائل مربوط به زندگی و خانه. مثلا فرض کنید که چینیش و وسایل داخل خانه. بله بسیار مهمه. خیلی وقت مثلا ممکنه یک کسی بارها به همون یک سبک این لوازم خانه خودش رو چنده و چند سال هم به همون جور مانده. وقتی شوهر میاد داخل اصلا فکر نمیکنه که چوب لباسی و نمیدونم کمدش کجا بود دیگه، از اول چشم بسته لباس میندازه همونجا، میدونه کجایه. و این گلی که گذاشته شده همینجور در ذهن او حک شده که فلان جای دیگه. مخصوصا اگه خدای نکرده زن خانه تنبل باشه، یک تنظیف و نظافت هم نکنه دیگه، همونجا یک جای خاک خورده افتاده و همه اینها باعث یک نواختی میشه. قطعا اینجوریه. در اینجا میفرمایید شما این دکور داخلی خانه رو تغییر بدید. جالبه، ما در روایت داریم، روایت ها میفرماید که اگر زنی لوازم خانه رو طوری بچیند که سبب چشم نوازی خانه بشه، خداوند متعال به او نظر رحمت میکنه. عجب، نظر رحمت در این مورد هم روایت داریم. بله. و ادامه حدیث میفرماید کسی که مشمول نگاه و نظر رحمت خدا باشد هیچ وقت دچار عذاب خدا نمیشه. ببینید خواهران بزرگوار چقدر اهمیت داره همین چینش و وسایل اینا. درسته که از نظر عرفی ما میگیم بابا دیگه حالا مثلا فرض کنید جا کفشی رو گذاشتیم یک جای گذاشتیم دیگه، کفش داخلش میذارم مگر میخوای چیکار کنه، سجده کنه روی اون؟ نه. یا مثلا فرض کنید که مبل کجا گذاشتیم، چوکی رو کجا گذاشتیم، میز کجا گذاشتیم، اینا هر کدومش فرق نمیکنه به نظر عرفی، ولی اینا یک آلایندگی های عصبی ایجاد میکنه، مخصوصا اگه به هم ریخته باشه. مرد خانه از در بیاد داخل ببینه که چوکی یک جای افتاده. بله. اون میز اون طرف پرت شده، نمیدونم لوازم دیگر همینجور، یا همیشه در یک جای. این یک مربوط به لوازم داخل خانه که خود خانوما میدونن که چه کارهایی در این مورد انجام بده که خلاقیت به حساب بیاد. یک بخش دیگر از خلاقیت مربوط میشود به خلاقیت هایی که نسبت به خود زنه. این خلاقیت هایی که نسبت به خود زن هست میفرماید یک بخشی از این خلاقیت ها مربوط میشود به عطر که استفاده میکنه، آرایشی که داره، لباسی که داره. جالبه توجه به این مسئله ممکنه بین ما کمتر بوده، ولی باید دقت کنیم که عطر که خانم استفاده میکنه گاه وقت مقدمه است برای یک نشست بسیار عاشقانه و آرامش بخش بین تمام اعضای خانواده. بله بله. وقتی مرد از بیرون میاد خانه بوی تعفن میده مثلا، خیلی فرق میکنه با اون زمانی که از بیرون میاد، میبینه خانه معطره، همسرش معطر به استقبالش میاد، عطر زده و بوی خوش. و اینو ما باید توجه کنیم که پیامبر اسلام بسیار سفارش میکرده به این قضیه. بله. و یکی از حقوق واجبی مرد که واجب است بر زن که رعایت بکند همینه. یک دقیقه وقت داره. بله. که اگر سبب بشود زن بر اثر استفاده نکردن از عطر، بر اثر رعایت نکردن نظافت، سبب بشه که مردش متنفر بشه، حرام استفاده نکنه، واجب است استفاده کنه، اما در محیط خانه. عطر زدن برای زنان در محیط خانه این همه سفارش شده، اما در بیرون از منزل که مشام انسانهای مریض القلب رو
اونجا مثلا آسایش برساند اونجا حرام. بله. در بیرون از منزل برای زن استفاده کردن از عطر حرامه. بله. استاد عزیزان هم حتما با بنده موافق هستن که تفاوت را همین دقت در جزئیات در واقع رقم میزنه و شاید احسن. زندگی هایی که کمی به نظر موفق تر میرسند به جزئیات کمی بیشتر دقت میکنن. قطعا همینجوری. امشب ما با چند روایت از شما شدیم که این جزئیات چقدر میتونه برای ما مهم و مفید باشه که انشالله یک زندگی سالم در سایه رحمت الهی داشته باشیم. در بخش بعد استاد ادامه بحث انشالله در خدمت شما هستیم. همچنان با ما باشید. به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی همراه نگاه مهربان شما بزرگواران است. سبدی از گل احترام و ادب تقدیم یکایک شما بزرگواران به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی تشکر میکنیم از همکاران پرتلاشمون. شما میتوانید با یه برنامه در ارتباط باشید، سوالاتی که در مورد این موضوع که بسیار هم جذاب هست، بسیار مفید و مهم هست، با ما به اشتراک بگذارید از طریق نمبر مثبت 964-780-255-4013. حتما از این طریق سوالات شما به ما میرسد و میتوانیم در این برنامه به نام شما و به نمبر شما اینجا بخوانیم و انشاءالله جوابش از جناب استاد موسوی عزیز دریافت کنیم. در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم برای بیرون رفتن از حالت تکرار شدن و کسل کنندگی زندگی، بله، باید به خلاقیت هایی که داریم اتکا داشته باشیم. خلاقیت هایی که زن برای تنوع بخشی در زندگی میتواند داشته باشد، یک بخشش مربوط میشه به لوازم خانه، مسائل مربوط به خانه. خب لوازم خانه رو گفتیم که دکور و نمیدونم چینیش لوازم رو عوض میکنه. یک بخشش مربوط میشه به خود زن که خلاقیت هایی در خودش اعمال بکنه، در استفاده از عطر و بوی خوش. یک عطر تکراری رو به مدت 600 سال استفاده نکنند. داریم بعضی ها متاسفانه. هم یک عطر شوهر ای خانم تمام اطرافیانی که با او رفت آمدی داره، او خانم رو با همو عطر میشناسه. خب این نشد دیگه. دو، آرایشی که استفاده میکنه خلاقانه باشه، لباسی که استفاده میکنه در اینجا خلاقیت به خرج بده. این یک بخش از خلاقیت هایی است که از تکراری بودن و عرض کنم یک نواخت بودن زندگی میتونه این زندگی رو اجالتا نجات بده. بله. یک بخش دیگر از خلاقیت ها مربوط میشود به تنظیف و نظافت خانه. من خواهش میکنم خواهران بزرگوار قشنگ این مسئله رو گوش کنن و آقایون گوش نکنن. خانم ها گوش کنن، چون مدیر داخل خانه خانومه. ببینید خواهران بزرگوار، ممکنه شما از سر صبح تا لباس شسته باشی، ظرف شسته باشی، بچه ای هم داشتی شیرخوار جمع کردی، بله، بچه های مدرسه ای هم داشتی اینا رو هم تر خوش کردی آمد نکردی مدرسه فرستادی، ولی وقتی شوهر شما میاد داخل خانه میبینه که داخل کف اتاق عرض کنم خدمت یک عالم دستمال کاغذی مچاله شده، بله، کاغذایی که بچه ها کاردستی آمده کرده که قیچی شده افتاده، دفترهای بر پرت شده، سفره او بر گلوله شده افتاده، بله، همه را هر جا سر جای خودش اینا رها کردن و رفتن. جناب عالی که خانم خانه و مدیر خانه هستی، هموقع تدبیر نداشتی که به بچه‌ها یاد بدی، بله، که بابا اگه این کاغذ می‌خوای قیچی کنید روی میز قیچی کن، بعدم اینا رو جمع کن تو سطل زباله بریز، سطل آشغالی که کاغذات توش ریخته میشه، وقتی غذا می‌خوری سر سفره سفره‌ت بعد رفتن جمع کن،
نانا رو بذار تو جانونی سفره رو جمع کن مرتب سر جا خودش. جرابات هم وقتی که عوض کردی جرابای هیچ وقتی جرابا داد نمیتونه بزنه که آی مردم ببینید من اینجا ناشسته افتادم. بله. باید برید تو لباسای ناشسته بذاریم مثلا. اینا که دیگه چیزی نیست دیگه، والله کار آسانیه. بسیاری از افراد از شوهرها که در مشاوره ها داد میزنن میگه بابا ما میریم اصلا اعصابمون به هم میریزه، این همه خرج میکنیم، این همه میدویم به تعبیر از صبح تا شب، وقتی میریم توی خانه انگار توی یک طویله رفتیم. گاهی وقتی خانه اونقدر زننده است که ایجاد بار منفی و عصبی روی ذهن شوهر شما میکنه. درسته شما میگه ای بابا من از صبح تا حالا زحمت کشیدم اینو دیده نمیشه، واقعا دیده نمیشه. بله. به ظاهر زندگیت برس. گاهی میگن خانوما که آقا دیگه الان که خب سرامیکه دیگه، خب ما هفته قبل که دستمال کشیده بودیم دیگه، حالا یه آقا گیر داده که چرا اینجا خاک داره، خب سرامیک باشه باید بالاخره یک دستمالی بکشی. اینجا شما مدیر داخل خانه ای، مطمئنم اگر ببینیم همون به هم ریختگی که داخل خانه است یک مورد رو خود این زن انجام نداده، اما وقتی شوهرش از بیرون میاد همه رو میگه چرا اینا اینجوریه، چرا این حرف رو میگه شوهر، به خاطر که مدیریت داخل خانه به عهده شوهر نبوده، به عهده شما خانومه. او بچه دو ساله که نمیفهمه کاغذ کجا بریزه یا غذا اگه خود سفرهش بتکنه یا نتکنه کجا چه کار باید بکنه، این خانوم باید یاد بده، یکی به یکی باید یاد بده، همون بزرگترش درست تربیت کنه، بعدیش هم که آمد مثل همون یاد میگیره، اگر نه که رها بکنه خانهش میشه مثل همین که دیگه، یعنی داخل یک انبار یک انسان بره منظم تر از بعضی داخل خانه های بعضی ها. بله. خیلی زننده. استاد بعضی از خانوم ها معمولا شاکی هستن از اخلاق بد آقایان وقتی حسن. که وارد خانه میشن. آفره. اگر کمی دقیق‌تر فکر کنیم شاید در اون لحظه با دیدن اوضاع داخلی منزل به هم میرزه طرف دیگه. آره شاید این بنده خدا با خودش کلی بالاخره خستگی هاش رو پشت در گذاشتم، گفتم من با یک روی خوش وارد خانه میشم، وقتی میاد داخل میبینه یک وضع روبرو میشه، مخصوصا هم که در همون صحنه این بچه ها زده باشه یک پارچی لیوان شیشه ایرم شکسته باشه. بله. خب دیگه مرد به همین رضا حق نمیدیم به مردا که اینجا باز سر نزاع و دعوا بالاخره باید صبر کنه، ولی اینا سبب میشه که نزاعها و اختلافات به وجود بیاد. پس مسئله تنظیف نسبت به خود زن که همیشه باید پاک و معطر و نظیف باشه، در دین ما این به عنوان یک وظیفه واجب به گردن زنه. هر آنچه سبب تنفر مرد از زن میشود از خودش زائل کنه که دیگه توضیحش خودشون میدونن. و بعدم فرمود که این مهارت زنه، این مهارت رو باید یاد بگیرد، اگر که در زندگی پدر و مادری که این خانم رو تربیت کرده بهش یاد ندادن که خدا اونها رو بیامرزه، خود این زن باید سعی کند یاد بگیره این مهارت ها رو. در دین ما میفرماید که اگر این مهارت ها رو یاد بگیرن سبب میشه که دل شوهرشون رو به چنگ بیاره، دلبری کنه از شوهرش. فرض کنی شوهر از بیرون آمده میبینه خانه تمیز و مرتبه، بوی عطرم پیچیده، خانوم منظم مرتب با ادب، خب این شوهر اشتباه بکنه بره سراغ کسی دیگه، میگه فرض کنم دیوانه باشه. بله. خب دیگه چی میخواد از خدا؟ همسر شایسته و موافق داره، خانه منظم مرتب و آرامش بخش داره، دیگه چی میخواد از خدا؟ در روایت ما در قرآن حتی نسبت به این قضایا تاکید شده. شما ببینید در قرآن کریم سوره مبارکه نور میفرماید که زنان باید این مهارت رو به دست بیاره که سه وعدگاه در 24 ساعت گفتمان خصوصی، گفتمانی که سراسر مهر و محبت خودش رو در قلب شوهرش تزریق بکنه داشته باشه. استاد منظورتون از خصوصی یعنی حتی فرزندها هم؟ احسنتم. در قرآن در آخر سوره مبارکه نور هست، اتفاقا هم روایت هم داره که سوره نور رو به زنانتون یاد بدین، به دخترانتون یاد بدین. در اونجا میفرماید که ولیستعذن الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، در سه وعده حتی اونهایی که بالغ هم نشده از فرزندان شما نباید بدون اجازه بیاد پیش شما پدر و مادر. یک، قبل صلات الفجر. دو، و حین تزعون ثیابکم من الظهیر، وقت ظهر آمده شوهر یا خانم آمده خانه لباسای خودش رو از تن کنده، لباس کار رو و صحبت عاشقانه با همسرش میخواد داشته باشه. این دو. سه، من بعد صلات العشاء، شب وقتی دیگه میخوان بخوابن. این در فرهنگ دینی ما اینجوریه که میفرماید که اگه میخوای این زندگی
استحکام داشته باشد و تداوم داشته باشد، اینطوری نباشه که مرد هیچ وقت وقتی برای زن خودش نذاره، زنداری بکنه در وقت اضافی از زندگی. اینجوری نباید باشه. حداقلش در 24 ساعت سه وعده باید وقت بذاره. وقتی که الان غذاشون رو خوردن، نماز عشا رو که خواندن، غذا رو خوردن، بچه‌ها خوابیدن، باید صحبت کنه. این زن احتیاج دارد به این که با مردش حرف بزنه، مردم احتیاج دارد به این که زن به او اتکای خودش رو نشان بده. اتکای یعنی تکیه‌گاه قرار دادن شوهر برای زن. بله. و زن اعلام میکنه بله، بدونی تو برام سخت گذشت در زندگی، امروز تو نبودی من چنین مشکلاتی داشتم، چنین کارهایی کردم. اینا رو دوست داره زنو بگه. چند هزار 6000 کلمه میگه یک زن باید در 24 ساعت حرف بزنه. اگه حرف نزنه افسرده میشه. این 6000 کلمه رو که آقایون هیچ وقت حوصله نمیکنه گوش کنن، لا اقل 600 کلمهشو گوش کنه. بعد عرض کنم خدمتتون که اینا نکاتی است که زن میتونه در مورد خلاقیت در داخل خانه، یعنی مسائلی که مربوط میشه به خانه، مسائلی که مربوط میشه به خودش داشته باشه. یک نکته قرآنی و اخلاقی درجه یک فرمودید. سوره نور و تعلیم آن به مخصوصا به خانم ها و دختران منزل و توجه به این نکاتی که در واقع مربوط است بیشتر به مسائل زناشویی است. مسائل حجاب در سوره نور، محدوده حجاب در سوره مبارکه نور هست، فلسفه حجاب در سوره نور، فلسفه این که چشم از نامحرم زن و مرد باید ببنده در سوره نور هست. همین مراوده های عاشقانه و تعیین زمان برای این مراوده و این صحبت های از کنم خصوصی، البته نه فقط مسئله ارتباط جنسی، اینه نمیگه، اون هر جوری که خودشون تمایل دارن برنامه. این برنامه که در قرآن در سه وعده در یک شبانه روز میگه، همون صحبت هاییست که سبب میشود عشق و محبت بین این زن و شوهر همیشه زنده بمانه. بله. اون صحبت ها، صحبت های مهراور به تعبیر ما، مهرنگیز و محبت زا. بله. این صحبت ها. خیلی عالی استاد. حدوداً 2 دقیقه در این بخش ما در خدمت شما. خب اگه وقت داریم بس خود. خب یک بخش دیگر از مهارت خلاقیت هایی که زن میتواند زندگی را از یک نواختی و کسل کنندگی در بیاره، خلاقیت هایی است، فعالیت هایی است که در بیرون از منزل میتونه انجام بده. زن فعالیت های بیرون از خانه. بله. منظور شغل، حتی شاغل شدن نظر اسلام. از نگاه دین ما شاغل شدن زن توصیه نشده. چرا؟ به خاطر که نفقه و تمام مایحتاج زن به عهده مرده. بله. قرار زن داخل زندگی رو مدیریت بکند که از اونجا انسانهای فرهیخته و فهمیده از اون منزل بیرون بیاد، تربیت اولاد، تربیت انسان. ولی خب بعضی از مشاغل هست که دیگه زنانه، مرد نمیتونه اون رو عهده دار بشه. مثلا مسئله قابلگی و عرض کنم که مامایی به تعبیر. بله. قابلگی به تعبیر یعنی به دنیا آوردن بچه ها متخصص زنان. خب مردم میتونه متخصص بخونه. نمیشه، ممکنه الان باشه در بعضی جاها هست، ولی خطای از نگاه دینی ما. متخصص زنان زن باید باشه. یا مثلا فرض کنید در بعضی از مشاغلی که مربوط میشه به تربیت بچه ها، نونهالان، بچه های زیر مثلا 7 سال، مثل بله. کلاس اول، دوم، سوم، مهدها، اینجا زنان میتونه. خلاصه شغل هایی که منافات با کارهای داخلی منزل برای خانم نداره، منافات با روحیات زنم نداشته باشه، از نگاه دین بد نیست. ولی بازم توصیه بر این است که به همون وظیفه ذاتی و اصلی که وظیفه مادری و تربیت انسان هست بیشتر همت بگمارد. بیرون از منزل برای زن توصیه نشده. در این حال یک خلاقیت هایی برای برون رفت از زندگی تکراری و کسل کننده برای زن مجاز در بیرون از خانه داشته باشه که انشالله سر فرصت عرض میکنیم. بسیار تشکر، نکته بسیار مهمی بود. در بخش بعد مفصل به داستان انشالله خواهیم پرداخت. سلامت باشید. با ما همچنان همراه باشید. لحظه شماری میکنیم تا بخش سوم و ادامه فرمایشات جناب استاد. Oh,
با شما عزیزان هستیم به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی و تشکر از همکاران پرتلاشمان به خاطر این حدیث زیبا که پخش کردن، حدیث بسیار مناسب موضوع برنامه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. شما در این لحظه به صورت زنده و مستقیم برنامه را دریافت میکنید، اما اگر دوست داشتید در تکرارها و بار دیگر و بارهای برنامه را ببینید از همین شبکه و از طریق فضای مجازی، از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب به این موضوع میتوانید دسترسی پیدا کنید. خودتان، عزیزانتان، همسرتان این موضوع رو ببینن، این داستان رو بالاخره از ابتدایش ببینند و بشنوند و حقوق خودشان دوباره مرور کنند و وظایف ما رو انشالله بهتر بشناسیم. با شما عزیزان هستیم جناب استاد موسوی عزیز و فعالیت های خلاقانه خانم ها در بیرون از خانه. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، عرض کردیم که گاه وقت، بلکه خیلی وقت، زندگی برای انسان یک نواخت و کسل کننده میشه. یکی از مهارت ها اینجا مهارت خلاقیت، یک بخش از خلاقیت ها مربوط میشه به خانم ها که توضیح دادیم که داخل منزل مربوط به خودش، مربوط به لوازم و اینا. یک بخش دیگر از خلاقیت ها در بیرون از منزل زنان میتوانند داشته باشند. مثلا یکی از خلاقیت هایی که خیلی فرح بخش و شادی آور و نشاط آور برای زنان، جلسات دور همی هفتگی یا ماهگردی. مثلا منظور اینه که چند نفر از این خانوما که با همدیگر نسبتی دارن، مثلا فرض کنید که با زن برادرش، با خواهرش، نمیدونم خواهرزاده‌اش، با کی و کی، با عمه ها، دختر عمه ها، دختر خاله ها، اینا با همدیگر جمع میشن، با هم یک برنامه میگذارن، برنامه نشست هفتگی. خیلی برنامه قشنگ. یا ماهگرد داریم بین متدینین این رو، که همون برنامه‌ای که ما در اسلام تحت عنوان صله رحم داریم در این قالب انجام میشه. صله رحم خب خیلی وقتا مصادیقش به کمک هایی است که انسان میکنه، دستگیری هایی است، رسیدگی هایی است و زدودن غم و اندوه از طرف مقابل. اینجا هم بسیاری از این موارد اتفاق میفته در همین جلساتی که به عنوان ماهگرد دارن. خیلی قشنگه، من دیدم بین متدینین که این خانواده ها جمع میشن یک روز. خب این زنا وقتی اینجا قرار میگیرن با هم دیگه از زمین آسمان حرف میزنن. خب میشه که مدیریت چون با خودشون، مدیریت چون با خودشون و کلا از لحاظ عاطفی شارژ میشن، از لحاظ روحی و از لحاظ روانی تخلیه میشن. وقتی میان خانه دیگه سر حال. این جلسات خب چون مردی هم فرض اینه که توش نیست، نامحرم یا نیست، راحت با هم دیگه میشینن و میگن و لباس نوعی دارن، تمیزی دارن، میپوشن و خلاصه کلی برشون خوش میگذره. بله، این یک جلسه، یک برنامه. و نکته مهمی است که آقایان نباید مخالفت کنن با این دو. بعضی از آقایان متاسفانه در این موارد سختگیری میکنن. اگر مفسده ای نداشته باشه خب دلیلی نداره. بله. سختگیری کنن. و مورد بعدی که بازم از همین سنخه، تشکیل دادن جلسات نیایش و دعای. بسیار عالی. بسیار. مثل دعای ندبه، دعای توسل، دعای کمیل. من به شما خواهرانی که تا حالا با این سنخ از جلسات سر و کار نداشتید عرض میکنم، یک بارم شده یک جلسه ای که مخصوص خانمای جلسه دعای ندبه شرکت کنید، ببین چه جوریه. یعنی واقعا مفیده، هم مطالبی که اونجا مطرح میشه. خود دعای ندبه یک دایره المعارف اعتقادات شیعه، خیلی قشنگ و زیبایه. اینو میرین یاد میگیرین، با ترجمهش یاد میگیرین، هزاران مسئله شرعی که نیاز داره اونجا گفته میشه یاد میگیرین. بعد مخصوصا هم اگر از بانوانی که تحصیل کرده حوزه در اینجا استفاده بشه، دعوت بشه، یا از یک روحانی به عنوان مبلغ و عرض کنم گوینده نیم ساعت برای منبر استفاده بشه، خیلی قشنگ و زیبا و تاثیرگذاره. داریم این جلسات رو. در همین جلسات دعای ندبه و توسل دعای کمیل گاهی وقت نه یک برنامه قرعه‌کشی هم راه میندازن. خب وای قرعه‌کشی که راه میندازن، خیلی هاشون دیدم که قبلا مثلا میگفتن طلا داشتن برایشون آرزو بوده، ولی از همین جلسات طلاهایی که حفظ آبرو برای اونا میکنه، اعتماد به نفسشون رو حفظ میکنه، از همین جلسات خریدن. قرعه به نامش افتاده، خریده، بس کم کم رفته داده. موتر، ماشین، خانه، هر چیز لوازم زندگی، ظرف، فرش، از همین جلسات خدا برای اینا جور کرده رسانده. تدبیر و مدیریت دست خود زنا به ریسترین مسائل در این مسائل ندقت میکنه. این خیلی قشنگه. یکی دیگر از برنامه هایی که باز هم زنان در بیرون از منزل در همین مسئله میتونن داشته باشن، جلسات روزه خانگی، روزه حضرت ابوالحسین علیه السلام
زندگی ها رو از یک نواختی خارج میکنه، انسان رو وصل به محبت خدا میکنه، وصل به خدا میکنه. لذا امام سجاد علیه السلام فرمود یک قطره عشق برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام ریختن انسان رو به اوجی از کمال میرسونه، به گونه ای که روز قیامت میگه بدون حساب برو داخل بهشت. خب دلیلش اینه که انسان رو وابسته میکنه به این طیف، به این خانواده. در مسیر حضرت امام حسین علیه السلام قرار میده، از مسیر یزید خارج میکنه. خوش به حال او خواهر و مادری که به این طریق و با این روش خلاقانه زندگیش از یک نواختی در میاره. الان ما میبینیم دیگه بدنه جامعه متدین ما همینا رو داره، شاید کما بیش باشه. من عرضم اینه که به صورت جامع برای برون رفت از کسالت در زندگی اینا رو ما داشته باشیم. مطمئن باشید برید پیش همون روانشناسی که میگه همون هر کسی که شما قبولش داری هست، همونایی که غرب زدن یا حتی اونایی که واقعا با سوادن، برین همین برنامه ها رو بهش بدین، بگو برای ما یک کارشناس مذهبی از روی روایات و فرمایشات اهل بیت اینا رو برای ما پیشنهاد کرده، آیا برای سلامت روانی ما اینا مفیدن یا نیست. ما برای سلامت جسممون ورزش میکنیم، غذای خوب گران میخوریم، خیلی وقت خودمون بزار دردسر میندازیم. خب بابا روح ما که مهمتره که. بله. بریم سراغ این خلاقیت هایی که در دین ما وجود داره. زن زندانی نیست در خانه. الان هم خانواده های ما خودمون ادعا میکنیم متدینه، بسیار از این جلسات دارن، بسیار از این جلسات رو مدیریت میکنن. یکی دیگر از خلاقیت هایی که زنان میتوانند در بیرون از منزل داشته باشند، بسیار هم تاثیرگذار، خلاقیت های هنریه. یعنی اینا اصل کار رو در خانه انجام میده، ولی محصول این کار رو، کار خلاقانه خودش رو، به بیرون از منزل در بازار عرضه میکنن. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، همه مؤمنین مؤمنات رو، مادر بزرگای ما، مادران ما، یاد ما نمیره. اینا در خانه قالین میبافتن. قالین هایی که اینا میبافتن قالین های دستی بود که الان چقدر با ارزش در دنیا. مثلا یک ستاره فوتبال وقتی میاد از فلان کشور در یک کشوری، یک قالینی دست بافت برای او هدیه میده، با اینی که طلا بود و هزاران چیز دیگه. این قالین فرهنگ یک کشور رو منتقل میکنه به یک کشور دیگه. هنر دست، هنر دستی رو که با هر گرهی که اینو میزدن با ختم صلوات بود و با وضو بود، او خیلی با ارزشه. تابلو فرشایی که درست میکردن، گلیم هایی که درست میکرد، ما به عرض کنم خدمتتون که استغنای مطلق میرسیدیم از این. یعنی دام مال خود ما بود، گوسفند مال خود ما بود، پشم مال خود ما، عرض کنم خدمتون که فرشی که از این تهیه میشد مال خود ما، همین نمدی که قدیما خانوما زحمت میشد پشماش آماده میکرد، مردا اینا رو میمالیدن درست میکردن. شاید الان بخنده خیلیایی که به حرفای من گوش میکنه، میدونی چقدر با ارزشه. بله. چقدر برای بدن ما مفیده. همون جورابهای پشمی که شماها درست میکردین، شما خانوما، مادراتون، حالا شمایی که جوانترین این کارا رو بلد نیستین، ولی میفرماید که اینا رو یاد بگیرید. برای زمان ما زیورالاتی که میشه در خانه اینا خودشون درست کنن، شمسازی، شمهای تزیینی، ساخت اسباب بازی زیاد داریم، گلسازی، اینا زیاد داریم. ما نمیخوایم همه رو اینجا به صف کنیم. نقاشی، این محصولات بافتنی که اصلا از جامعه ما برداشته شده. قدیما خودی مگر همین زنا خودشون جاکت نمیبافتن، کلاه میبافتن، دستکش میبافتن. خب اینا تنوع در زندگی، یک کمک هزینه هم هست. در دوران صدر اسلام همین به شدت مرسوم بوده، طوری که داریم در تاریخ که یزید ملعون وقتی به حضرت سجاد علیه السلام فرمود که این تقصیر عمر ابن سعد بوده، جریان کربلا و عذرخواهی کرد و اینا، حضرت فرمود من راضی نمیشم. بعد گفتن که خب حالا چیکار کنیم برای شما؟ حضرت فرمود که سر مقدس ابی عبدالله الحسین رو بدید به من که برگردونم به بدن مقدس ملحق کنم. دیگه عرض کنم هر چی از ما بردن، مخصوصا پارچه‌هایی و لباس‌های داخل اون چه که از ما غارت شده وجود داشت که اونها دست بافت مادرم فاطمه زهرا بود. جان حالم بفداش. اینا رو برگردونید به ما. چقدر با ارزش بوده. ببینید خب اینا چیزایی است که در دین ما داریم. خب الگوهای زنده جاودان ما هم مثل بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها، عمر با ارزش خودشون رو یک بخش رو میذاشتن برای این کار. چرا ما نباید کار بکنیم؟ حالا یه دختری که مثلا داخل خانه داره پرورش میده، خانم چی پرورش داده؟ یک گوشی اندروید دستش داده، یک سره تو اینستاگرام، از این سایت به این سایت، از این پیج به اون پیج، از اون گروه به اون گروه. خب چی یاد میگیره؟ هیچی. آخرش میشه این که یک دست پا چلفتی که وقتی خانه شوهر رفت
هم یک غذا نتونه درست درست بکنه. دو دقیقه پایانی بر. بله. لذا اینو توصیه کردن که باید داشته باشیم. یکی از کارهای خلاقانه کاشت گیاهان دارویی در خانه است که زنان میتواند در مسائل اقتصادی هم کمک کنن و اینو داشته باشه. همونطوری که ما کارهای خلاقانه برای زنان ذکر کردیم که میتونه زندگی را از یک نواختی در بیارد، برای مردان هم هست. من اینو یک اشاره بکنم که بحث کامل بشه که دو دقیقه مونم ان شاء الله تمام میشه. یکی از اون کارهایی که مردان برای برون رفت از یک نواختی و تکراری بودن زندگی لازم است انجام بده این است که باید یک فرصت‌های طلایی ایجاد بکند برای دید و بازدید و رسیدن خدمت به خدمت پدر و مادر. عرض کنم که مادر همسر، مادر زن و پدر زن و اینا بله. که میشه همون صله رحمی که ما داشتیم. یکی دیگر از اون فرصت‌های طلایی سفرهایی است که مردان میتواند برای برون رفت از تکراری شدن زندگی و کسالت بار بودن زندگی سفرهایی رو در نظر بگیره. در اسلام بسیار توصیه شده مسافرت رفتن که ما الان دیگه در صدد بیان این نیستیم، فقط همین که فرمودن فهرست این قضیه رو عرض بکنیم. سفر حج داریم، بسیار عالی، اعتکاف داریم، عرض کنم خدمتون عتبات عالیات کربلای معلا داریم، اینا رو در زندگی خودش داشته باشه. بعد فرمود که یکی دیگر از چیزایی که سبب برون رفت از تکراری بودن زندگی میشه، گاهی وقت اقتضا میکند که مرد شغل خودش عوض بکنه، گاهی وقت محل زندگی رو تغییر بده. تغییر مکان یکی از چیزایی است که سبب میشه انسان از افسردگی و خمودگی در زندگی در بیاد. بله، بسیار عالی. جا داره که بنده و عزیزانی برنامه رو بارها بارها ببینیم و نکاتی که حضرت عالی فرمودید با توجه به روایات و رساله حقوق بسیار با ارزش حضرت امام سجاد علیه السلام بتوانیم در زندگی ها مورد استفاده قرار بگیریم. با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله که برنامه بعد هم شما رو در این جایگاه زیارت کنیم. عزیزان همراه، بسیار تشکر که تا نقطه پایانی برنامه امشب هم با ما همراه بودید. همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. تا دیدار بعد، یا حق.